در سال 604 میلادی خسرو پرویز با حمله به بیزانس جنگی رو شروع کرد که در ادامه تبدیل شد به بزرگترین و طولانی ترین جنگ بین ایران و روم. این جنگ که در ابتدا به نظر می رسید یک نبرد کوچک میان دو کشور باشد، چنان گسترش یافت که بعدها اون رو آخرین جنگ بزرگ دوران باستان نامیدن. این جنگ در پایان خود باعث به وجود آمدن دگرگونی های عمیق سیاسی در جهان باستان شد و این جنگ ورطه‌ای بود که ایران با ورود به آن در واقع وارد دوران سیاه شوربختی ها شد. در سال 604 میلادی یک سردار ایرانی به نام دازویان به دستور خسرو پرویز با سپاهش به طرف ارمنستان حرکت کرد. دازویان سپاه بیزانس رو در ناحیه آرارات شکست داد و بعد هم بزرگترین قلعه نظامی ارمنستان به نام دژ آنجل رو تصرف کرد. در همین زمان خسرو پرویز هم با یک سپاه به سمت شهر دارا حرکت کرد و رومی ها رو در اونجا به سختی شکست داد و با غنیمت های فراوان به تیسفون بازگشت. بعد از این پیروزی ها خسرو پرویز در سال 605 میلادی فرخان شهربراس رو به عنوان فرمانده سپاه ایران تعیین کرد و این شهربراس شهرهای ادسا، دیاربکر، نصیبین و حران رو فتح نمود. همچنین شهربراس در سال 606 میلادی قسمتی از میان رودان و سوریه رو هم تصرف کرد و عده زیادی از رومی ها رو اسیر نمود. در سال 608 میلادی هم یک سردار ایرانی به نام اشتاد ایزدیار ارزروم رو تصرف کرد و در همین سال سردار بزرگ ایران به نام شاهین وهمنزادگان کاپادوکیه و ملاتیه رو تصرف کرد و در فاصله بین سال 608 تا 610 میلادی لشکرهای ایرانی میان رودان شمالی و حلب رو هم فتح کردند و در همین مدت فتح ارمنستان هم کامل شد. در سال 609 میلادی وقتی ارتش ایران به کنار دروازه‌های اینتاکیه رسید، یهودیانی که در اون شهر زندگی می‌کردند دست به شورش زدند و تعدادی از مسیحیان رو کشتند و دروازه‌های شهر رو به روی ایرانیان باز کردند و شهر رو به ایرانی‌ها تسلیم نمودند. به این ترتیب از سال 604 تا 610 میلادی فقط در مدت 6 سال خسرو پرویز تمام شهرهای ایرانی رو که در تصرف رومی ها بود از اونها پس گرفت، ضمن اینکه اون تعدادی از شهرهای روم رو هم تصرف کرده بود. از اون طرف هم رومی ها بعد از تحمل تمام این شکست ها دیگر وجود امپراتور فوکاس رو تحمل نکردند و سعی کردند که اون رو از کار برکنار کنند. فوکاس علاوه بر اینکه در تمام جنگ هاش از ایران شکست خورده بود، بسیار هم بیرحم و ستمکار و بی‌ادب و گستاخ بود و نسبت به کشیش‌ها سختگیری می‌کرد. برای همینم مسیحیان و کشیش‌ها باهاش دشمن بودند. در این زمان یک سردار بزرگ رومی به نام هراکلیوس که اشکانی تبار بود، در آفریقا فرماندار کارتاژ بود و در اون زمان کارتاژ یعنی همین تونس فعلی یکی از ایالت‌های روم به حساب می‌آمد. در این موقع عده‌ای از سناتورها و بزرگان روم نزد اون رفتن و از ظلم و ستمهای فوکاس شکایت کردند و از اون کمک خواستن. هراکلیوس هم پسر خودش که اون هم هراکلیوس نام داشت با یک سپاه به قسطنطنیه فرستاد و این هراکلیوس جوان وقتی به قسطنطنیه رسید تونست با کمک مردم و کشیشها شهر رو فتح کنه و در این میان امپراتور فوکاس و خانواده اون به طرز فجیحی قتل عام شدند. یعنی درست همونطور که اون خانواده امپراتور قبلی رو قتل عام کرده بود، خانواده خودش هم دقیقاً به همون صورت قتل عام شدن. بعد هم در سال 610 میلادی، هراکلیوس جوان به عنوان امپراتور روم انتخاب شد که تاریخ نویسان ایرانی و اسلامی و عربی نام این هراکلیوس رو هرقل نوشتن. در این زمان سرداران ایران میدان جنگ رو ترک نکردند و همچنان مشغول پیشروی به طرف غرب بودند. هراکلیوس هم در دو سال اول حکومت خود مشغول سرکوبی شورش‌های داخلی بود و در همین زمان سفیرانی به دربار خسرو پرویز فرستاد و تقاضای صلح کرد،
اما خسرو پرویز قبول نکرد. خسرو درخواست هراکلیوس را رد کرد و در نامه‌ای که به اون نوشت اون رو پست و بدنام و دیوانه نامید. هراکلیوس هم که از صلح ناامید شده بود در سال 613 میلادی با یک سپاه بزرگ برای پس گرفتن انتاکیه وارد سوریه شد، اما بعد از یک جنگ سخت و خونین شکست خورد و مجبور به عقب نشینی شد. این جنگ یکی از سخت‌ترین و خونین‌ترین جنگ‌های بین ایران و روم بود و بعد از عقب نشینی رومی‌ها شهرپوراز در همون سال دمشق هم فتح کرد. هراکلیوس هم بعد از عقب نشینی از انتاکیه به قسطنطنیه رفت و تصمیم گرفت که به اوضاع اقتصادی بیزانس سر و سامون بده و اون در این رابطه به خانواده ها برای کشاورزی زمین های رایگان میداد، به شرطی که یکی از فرزندان اونها وارد خدمت ارتش میشد. به این ترتیب هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع سپاه بیزانس تا حدودی بهبود یافت، اما هنوز اونها نمیتونستن در مقابل ارتش ایران ایستادگی کنند و هراکلیوس به طور دائم از خسرو پرویز تقاضای صلح میکرد و خسرو پرویز هم قبول نمیکرد، تا اینکه در سال 614 میلادی شهرپوراز به اورشلیم حمله کرد و این کار یعنی اعلان جنگ به تمام جهان مسیحیت. و شهرپوراز با کمک یهودیانی که طرفدار ایران بودند اورشلیم رو فتح کرد و یک یهودی به نام نهمیاهوشیل رو به عنوان فرماندار اورشلیم تعیین کرد و اورشلیم رو به دست یهودیان سپرد و بعد هم کشیشای مسیحی رو جمع کرد و ازشون خواست که صلیب مقدس رو به اون تحویل بدن. صلیب مقدس هم همون صلیبی بود که عیسی مسیح رو بهش مصلوب کرده بودن و این صلیب برای مسیحیان مقدس بود. تبری نوشته کشیش‌ها چوب دار عیسی مسیح رو در جعبه طلایی گذاشته بودن و اون رو در یک باغی زیر خاک پنهان کرده بودن و روش رو هم سبزی کاشته بودن. کشیش‌ها نمی‌خواستن که صلیب مقدس رو به شهرپوراز بدن، اما شهرپوراز این صلیب رو از اونها گرفت و اون رو به تیسفون فرستاد. در مورد این واقعه یک شاهد عینی به نام آنتیوخوس نوشته ایرانیان اسیران رو مجبور می‌کردند که صلیب عیسی رو له و پایمال کنند. البته در سال 629 میلادی ملک بوراندوخ به دلخواه خودش این صلیب رو به مسیحیان پس داد. اما اینکه آیا ایرانیان صلیب واقعی رو پس دادن یا نه مورد تردیده. آقای دکتر شهبازی نوشته هم ایرانیان و هم مسیحیان نفع خودشون رو در این دیدن که بگن صلیب حقیقی بازگردانده شد. به هر حال شهرپوراز بعد از اینکه اورشلیم رو به دست یهودیان سپرد از اونجا خارج شد. اما بعد از رفتن اون مسیحیان شورش کردن و نهمیا و یارانش رو به همراه عده زیادی از یهودیان کشتن. وقتی این خبر به شهرپوراز رسید اون با سرعت به اورشلیم برگشت و دوباره اونجا رو تصرف کرد. بعد هم به سمت اسکندریه رفت و بعد از فتح اونجا مصر رو تصرف کرد و تا نزدیکی حبشه پیش رفت و قلمرو ایران رو تا حدود قلمرو زمان هخامنشیان رسوند. در همین زمان سردار بزرگ ایران شاهین وهمنزادگان با سپاهش وارد آناتولی شد و به سرعت سراسر آناتولی رو طی کرد و به تنگه بوسفور رسید و در اونجا اردو زد. در این زمان ارتش ایران فقط 3 کیلومتر با پایتخت بیزانس فاصله داشت و سربازان ایران میتونستن دیوارهای قسطنطنیه رو از دور ببینن. اما چون ارتش ایران در اونجا فاقد نیروی دریایی بود، اونها نمیتونستن از تنگه بوسفور عبور کنن و در نتیجه قسطنطنیه به طور جدی مورد تهدید نبود. در اونجا هراکلیوس که سرداران ایران رو میشناخت و با رسم جوانمردی اونها آشنایی داشت، به ملاقات فرمانده سپاه ایران یعنی شاهین وهمنزادگان رفت. استاد شهبازی نوشته در اونجا هراکلیوس با التماس تقاضای صلح میکرد و شاهین که نمیتونست بدون اجازه خسرو صلح بکنه بهش قول داد که از خسرو تقاضا کنه اجازه صلح بده. بعد هم سناتورهای بیزانس یک نامه نوشتن و با چند سفیر به دربار ایران فرستادن. سناتورهای روم در این نامه
بسیار محترمانه از بابت کارهای فوکاس عذرخواهی کردند و گفتند که فوکاس رو به سزای اعمالش رساندن. بعد هم خسرو پرویز رو خداوند بخشایگر نامیدن و درخواست کردند که به پابوسی خسرو برند. در این موقع اگر خسرو عاقل بود این صلح رو میپذیرفت، اما خسرو در یک حرکت جنون‌آمیز دستور داد که سفیران روم رو زندانی کنند و بعد هم به شاهین پیغام داد که چرا هراکلیوس رو دست بسته به پایتخت نفرستاده و اون رو تهدید کرد که از فرماندهی برکنارش خواهد کرد. بعد از این ماجرا جنگ همچنان ادامه یافت و شاهین تونست کالسدون رو فتح کنه. بعد هم در سال 617 میلادی شهر انگوریه یا آنگوره یا همان آنکارا به تصرف سپاه ایران در اومد. به هر حال پیروزی های ایران همچنان ادامه داشت، اما بیکفایتی و غرور بیش از حد خسرو پرویز نذاشت که ایران از این پیروزی ها نتیجه بگیره، زیرا با کارهایی که خسرو پرویز می کرد مردم در شهرهای تصرف شده با ایرانیان دشمن می شدن و خسرو نمی تونست که این شهرها رو زمیمه ایران کنه و همه مردم در این شهرها آماده شورش بودن. از اون طرف خسرو برای این لشکرکشی ها احتیاج به پول و سرباز داشت و مردم زیر فشار مالیات های سنگین به فلاکت افتاده بودن و از اینکه جوانانشون در دوردست ها بیهوده کشته بشن به شدت ناراضی بودن. در این موقع هراکلیوس که از همه جا ناامید شده بود تصمیم گرفت پایتخت بیزانس رو از قسطنطنیه به کارتاژ منتقل کنه، اما سناتورهای روم و کشیش‌ها اون رو از این کار منصرف کردند و قرار شد برای ادامه جنگ از مردم کمک بخوان. برای همینم کشیشای بیزانس شروع به فعالیت کردند و با اشاره به فتح اورشلیم و بیت المقدس توسط ایران وانمود کردند که ایران میخواد مسیحیت رو از جهان براندازه. اسقف قسطنطنیه برای دفاع از مقدسات مسیحی از مردم کمک خواست و مردم برای دفاع از دینشون هر آنچه که داشتن رو بی‌دریغ در میان نهادند و به این وسیله پول و سرباز برای جنگ با ایران فراهم شد. تمام کلیساها ظروف قیمتیشون رو آب کردند تا پول فراهم کنند و کشیش‌ها در شهرهای تصرف شده مردم رو بر علیه ایران شوراندند و هراکلیوس هم سپاه بیزانس رو به شکل دیگری متفاوت با قبل سازمان داد و دسته‌های سوار نظام سبک اسلحه رو وارد ارتش بیزانس کرد. در سال 624 میلادی تمام شهرهای روم در آسیای صغیر، سوریه، فلسطین و مصر در دست ایران بود و ارتش ایران در تمام این شهرها پادگان‌های نیرومند داشت و خسرو قسمت بزرگی از ارتش ایران رو در این مناطق به کار گرفته بود. برای همینم شهرهای داخلی ایران تقریباً یا بی‌دفاع مونده بودند و یا اینکه نیروی کمی برای دفاع از خودشون داشتن. هراکلیوس هم از همین موضوع استفاده کرد و به جای اینکه به طور مستقیم با ارتش ایران درگیر بشه از دریای سیاه عبور کرد و وارد قفقاز شد و از پشت سر سپاه ایران در ارمنستان و آذربایجان سر در آورد و در مسیرش از هر شهری که عبور کرد مردم رو کش و شهرها رو غارت کرد و آتش زد و چنان وحشتی در میان مردم به وجود آورد که کار بر خسرو دشوار شد. هراکلیوس آذربایجان رو غارت کرد و مهمترین آتشکده ایران یعنی آتشکده آذرگشسپ رو غارت و تصرف کرد و به آتش کشید. بعد هم خاقان ترک رو به خودش هم دست کرد. سپاه خاقان ترک هم وارد قفقاز شد و چنان قتل و غارتی به راه انداخت که منطقه دچار قحطی شد و برای همینم رساندن آذوقه به سپاه ایران دچار مشکل شد. از این طرف هم خسرو پرویز که فردی خسیس بود نمیخواست از خزانه دولت و گنجهای بیشمارش برای سپاه خرج بکنه. برای همینم مالیات ها رو اضافه کرد و مردم در تنگنا و سختی گرفتار شدند. برنامه امروزمون هم همینجا به پایان رسید. یادتون نره که اگر ویدیومون رو دوست داشتید حتما لایک کنید و نظراتتون رو بنویسید. اگر هم تازه وارد کانال ما شدید کانال ما رو سابسکرایب کنید و یک سری هم به پلیلیست ما بزنید. ممنون از توجهتون و تا برنامه دیگه، بدرود.